درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید استخاره از ارکان تصمیم گیری مقامات جمهوری اسلامی به ویژه آخونده است مصفاهی مقدم هم گفته بود که بر اساس استخاره موحدی کرمانی در انتخابات مجلس ثبت نام کرده محمد شریعت مداری هم مشتری استخاره ناطق نوری بود و می گفت بر اساس استخاره وی رئیس ستاد روحانی شده خود روحانی هم مشتری استخاره جعفری تبار بود و با استخاره وی کاندید شد مجید جعفری تبار یکی از جادوگران جمهوری اسلامی پدر مجید جعفری تبار یعنی شیخ محمود جعفری تبار بود او که رئیس دفتر آلت الله کازم شریعت مداری بود با دختر محمد صدوقی امام جمعه یزد ازدواج کرد. محمد علی صدوقی پسر او امام جمعه یزد و عضو مجمع روحانیون مبارز بود. او با خواهر سید محمد خاتمی ازدواج کرده. مجید جعفری تبار با مینا مناقب ازدواج کرد. مینا مناقب اولین نوه محمد صدوقی و فرزند ابوالقاسم مناقب بود داماد ارشد محمد صدوقی در واقع مجید جعفری تبار و مینا پسر دخترخاله دختر خاله بودن مجید جعفری تبار از سال 1372 تا 1392 به استخاره مشغول بود بر اساس گزارش های منتشر شده او سال 91 132 خط تلفن فعال برای پاسخگویی به استخاره ها داشت و با شرکت مخابرات ایران یک قرارداد درآمدزا داشته. رسانه ها گزارش دادند که او از تیر ماه 93 تا اواخر آذر در زندان لنگرود کاشان نگهداری می شد. اولین دادگاه او 21 آبان 1393 برگزار شد و 11 بهمن همان سال اعلام شد که به اعدام محکوم شده و مؤسسه فرهنگی هنری او که توسط شاگردانش اداره میشد خرداد 93 بازرسی و تعطیل میشه جزئیات حکم جعفری تبار اینگونه شهر داده شد که به اتهام ارتداد زنای محسنه لبا جنگیری سحر و جادو دوبار اعدام زندان شلا خلع لباس دائم و دو سال حبس و محرومیت از مزایای طلبگی و مصادره اموال همچنین همسر وی و ستن از مریدانش که از شاگردان وی هم بودند به اعدام محکوم شدند در پرونده این افراد جرمهای متنوعی مثل کارچاق کنی ارتباط با اجنه نشر افکار زاله فساد مالی و پولشویی بی احترامی به مقدسات و غیره به چشم میخوره در همین رابطه یکی از مقامات آگاه جمهوری اسلامی میگی که حکومت چندین ساله که توسط ساهران اداره میشه البته نه فقط در حکومت ما بلکه در بسیاری از حکومت های جهان حضور جادوگران بیشک و تردیده با این تفاوت که کشورهای دیگه از ساهران برای برون مرزی استفاده می‌کنند، اما حکومت ما برای ملت استفاده میکنه موضوعی که در حکومت کشور ما بسیار نمایانه حضور ساهران و جادوگرانه که در قدرت هستند و حکومت توسط جادوگران اداره میشه به حدی استفاده از ساهران در حکومت زیاد شده که حتی آمنه را رو با سر ترور کردن و با ابطال سر توسط حسنزاده آمولی سر دفع شد. ساهران دولت خاتمی، ابو ایوب معروف به نقشبندی کیهان و ساهران دولت احمدی نژاد عباس قفاری و عبدالقادر هندی و در برهی چند تن از ساهران الجزایر انتخاب و ساهران دولت روحانی جعفری تبار و محمد عرب کیهان و ساهران دولت رئیسی برهانی ملقب به زرغاتن. این مقام دولتی در ادامه افشاگریش گفت که در تمام دولت ها حضور یک ساهر بیشک وجود داشته و لازم به ذکر که ساهر چندان اهل سلوک نیست و برعکس بوی شیطان میده ولو لباس روحانیت به تن داشته باشه ساهرانی که نام بردم برای رسیدن به قدرت شیطانی مدفوع خشک شده خودشون رو خوردن و مسائل دیگر از گناهان کبیره که کراهت دارم بیان کنم هدف از استفاده از ساهران در حکومت یک چیزه و آن بستن چشم و گوش و زبان ملت به ناکارآمدی دولت و همچنین آزار مخالفان خود در بدنه حکومت این مقام آگاه در ادامه میگه که ملت در تمام دوران جمهوری اسلامی سر شدند ما با سالها طریق و ریاضت این علم بیان می کنیم که اکثریت ملت دچار سهر هستند و این بار بعد از ماجرای بوی بد در مدارس ملت سهر جمعی شدند و اگر جلوی چشم ملت شکم مادر آبستن هم پاره کنند هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد تا از ستاره و زمان سهر عبور کنیم ضمنا سهر استفاده از اجانین و جن دشمن بیشک انسانه و پس از عبور از ستاره طریق که سه معکوس میشه خونها در این مملکت جاری خواهد شد مسمومیت نوعی سهره ببینید دوستان این ساهران در واقع سالک تاریکی هستند اگر یادتون باشه عباس قفاری به وسیع خودش گفته بود که اگر من بتونم کاری کنم جوانان ازدواج نکنن تاریکی سهم منو به هم میده و قدرت من بیشتر میشه حالا اینکه این آخون یک بار اعدام به خاطر ارتداد یک بار به دلیل زنای محسنه یک بار اعدام به دلیل لباد و زندان و شلاق و خلع لباس دائم و در نهایت مصادره همه اموال رو داشته این سرنوشت آخوند قدرتمند بود که گفته میشد به علوم خفیه دسترسی داره محافل مختلف قدرت از دیده شدن در یک قاب با او اجتناب نمیکردند شایعه بود هر جا افراد بلند مرتبه نظام دچار بحران می‌شدند. از او مدد میجستن و او اصطلاحا کار رو برای اونا در می آورد. و جالبه بدونید که آوازه او محدود به پشت درهای بسته نبود در مقطعی صدها خط تلفن 24 ساعته امور مربوط به استخاره و دعا رو برای مراجعین تلفنی میسر میکرد گفته میشه حتی ارتباط موثری نیز با برخی مراجع داشته در محافل و گرد همایی ها شرکت میکرد و در مسجد سخنرانی میکرد یعنی فردی منظوی نیز نبود ظاهرا عدهای عمیقا باور داشتند که او توانایی نیز داره و به نظر میرسه به همین دلیل کسی جرأت برخورد با او را نداشت تا اینکه در اردی بهشت 1393 پس از ایام فاطمیه اون ناگهان دچار حال عجیبی شبی به مسمومیت شد حافظش را از دست داد و در بیمارستان بستری شد برخی تعبیر کردند که ارتباطش را از دست داده و دیگه وصل نیست یعنی راه برای برخورد هموار شد کمی بعد از بیمارستان به محلی نامعلوم برده شد و مدتی هیچ یک از نزدیکانش نیست از او خبری نداشتند و گفته میشد که در حصر خانگی حکمی که برای همسرش صادر شد سنگسار بود و اعلام حکم او قوم رو در شوک فرو برد صداهای اعتراضی در میان برخی طلبه ها به این حکم نیز شنیده میشه حتی سعی شد که این حکم رو با اطلاع و تایید علما جلوه بدن اگر یادتون باشه شایعه شد که مکارم شیرازی حکم او را تایید کرده اما مکارم بلا فاصله پشت میکروفون تکذیب کرد و گفت که رو هم خبر نداره جالب اینجاست که ظاهرا دست قوه قضاییه از اسناد و اطلاعات تصویری و غیره آنقدر پر بود که به سادگی سه بار اعدام بریدن براش و صدای اعتراض علما هم با ارائه گزارش به آنها به سرعت خوابید تنها آلت الله شبیری بود که اعمال او رو فشار جنها و خارج از اختیار تعریف کرد و حکمش رو رد کرد در همین رابطه یادتونه که نماینده اصفهان که تو قضیه مکفارلین اطلاعات رو به بیرون درز داده بود چی کارش کردن به جرم لواط اعدام کردن این کارها در جمهوری نکبت اسلامی کم سابقه نیست اگر بخوان آبروی کسی رو ببرن بد میبرند. اما یه سال علی دایی اینجا چی کار میکرد؟ ببینی دوستان این آخون یه کتاب نوشت و خامنه ای رو به شدت زیر سوال برد نامزد مرجعیت و رهبری بود حتی مراسم فاطمیهاش صد برابر مراسم فاطمیه بیت رهبری شرکت کننده داشت این شد که خامنه ای و مشتبه و رئیسی نسخش رو پیچیدن و او و زنش رو سر به نیست کردن او وارث ثروت کلان بنیاد صدوقی بود و یک دلیل مهم برای پرونده علیه او مصادره اموالش بود که از پدر بزرگش به او واگذار شده بود فقط دقت کنید که چقدر هم این جریان شبیه جریان سعید امامیه البته میدونید که در کل من معتقدم آخوند خوب وجود نداره اما دارم از جنگ قدرت براتون میگم و جان کلام یکی از مرموزترین پرونده های قضایی ایران مربوط به همین آخونده سال اینجاست که اگر افراد رد بالای نظام از او کمک میخواستن چه کسی در نظام پیگیر مجازات او شد و اصلا چگونه اثبات شد که این جرایم را مرتکب شده شما چی فکر میکنید؟ سپاس که با لایک و کامنت همراه و حامی هر سه کانال خبرچین دیگه چه خبر و خبردار هستید و اگر مایل به حمایت مالی از کانال خودتون هستید از گزینه سوپر تانکس در پایین هر ویدیو میتونید استفاده کنید پاینده ایران جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم